من و تو سالم تریم. اینم به دکتر از قول من بگو تمام دار و ندارمون همین یه دونه دکتر. آبلش هم بگو. خیلی خوب. زیادم دم پنجره ماشین نگرش ندارم. ممکنه داد بگیری تو گوش دماغش ناراحت شه. خیلی خوب. منو چشم انتظار نداری یا زود بیا. حتما تا پس فردا آبا جان. خدا. قربونه تو دکتر. جا. خوب برو. خدا حافظ. محدود باشی و خودتو عوض کنی ولی تو زندگی دختران رو به هم ریختی. جیگره همشون از دست تو خونه. اونا رو باید تو سرش میزد و ازش سر نامادری من هستی. ولی من با تو مثل یک برادر واقعی رفتار کردم. با خودم در همه چیز سهیمت کردم. حالا که میخوای نام نیک من و خونوادم رو لکه‌دار بکنی دست تو از همه جا کوتاه میکنم. تو دیگه صلاح نیست اینجا بمونی. ولی به نظر من آقای مسعود خان صلاح شما در این اسرائیل که اومدید برگردید. وقتی رم که بی جهت برای هدایت من تلف میکنی صرف تربیت شیرین دختر کوچولوت بکنی. اینو جدی میگم. خیلی آدم کثیف و نفهمی هستی. حالا با من میای شرط تا روش زندگی رو بهت یاد بدم. باشه یاد بده. نفهمیدم من این کارا چیه؟ حالا من میخوام روش زندگی رو به شما یاد بدم. تو دیوونه شدی دیوونه. بیا بگیردش. خب چطوری آقای ارباب؟ یکی ارباب گرفتم میدونم چطور کمک کنیم؟ موزد! مواظب باش! نره جون! یا علی بگو! آمشان!
بندی رو کود بد نداشته بودیم؟ نکرسینو که از دخترامونو بهش بیدیم؟ این فکر را کلت بیرون کن ریحان. کوهزاد از بچگی به من گفته پدر، به تو هم گفته مادر. کوهزاد و نازی و مرجانه خواهر برادر هست. همیشه هم باید خواهر برادر بود. یه بریم باری ترمز داره نفرمون. خوبه. همین الان دیگه پیداشون میشه. شما همینجا باشید. باشه.
افرادون داری؟ دلم میخواد این همه جهر یاد میرم. ایو یلا سام دستی رو هم بدین تو این رودخونه نهیم خون خفشین. به جون خودت عرب آشیری هزار دفعه بهت گفتم به من نگو ارباب اسمم رو صدا کن. اطاعت میشه ارباب یعنی ببخشید شیرین خانم. من به دلم برات شده که یارو براتون نقشه گشیدم. عمو تیمون رو میگی؟ کدوم عمو شیرین خانم؟ یک موی شما به تن این بلا گرفته نیست. دیدی چی دم و دستگاهی برای خودش درست کرده؟ اینا رو از کجا آوردن؟ همش مال شما از دیگه بیچاره رعیت هم چی به روزگارشون آورده دل مرغ براشون گلاب میگه. بهش گفتم من دیگه احتیاج به قیم ندارم، لازم نیست سرپرست من و املاکم باشه. امروز میاد تهران، همه چیز ازش تحویل میگیرم. مگه اون زیر بار میره خان؟ چطور میتونه نره؟ اگه نرفت چه کارش میکنی؟ خانم خانم آدم میاشم به خدا شیطونم درس میده. اوه اونه هشوش لعنتی هر چه اسمش بیاری مثل جن حاضر میشه. سلام سلام ماشین قشنگی داری شیرین خانم؟ پیشش؟ اوه متشکرم. بفرمی درو باز کن پسر. بفرمی قربان. خواهش میکنم بفرمی قربان. شما بفرمی سلامت. مگه شما با من نمیای؟ نه من فردا خودم میام. خیلی خوب، فردا تهران منتظر شما هستم. فراموشتون نشه تمام اسناد و مدارک رو همراهتون بیاری. بسیار خوب، حتما میام با امید دیدار. خدا خانم برم برو کرد خدا را شما میره تو قربان تو. خانم برمون بریده چقاش به سرم بریده دیداری بیدار برم خرد میشین. من میرم ببینم. برو بلا
کیه؟ مرده؟ معلومی نه قلبش هنوز کار بود. حالا چی کارش میکنی؟ باید ببریمشون تو چادر. بلند خیلی خوب شد. همه به اون آرزویی که داشتیم میرسیم. چطور مگه؟ شیرین غیر از شما وارثی نداره. با این ثروت باد آورده ما تا آخر عمر میتونیم تو پول و خوشی غرق بشیم. بعد از اجرای مراسم قانونی ثروت شیرین به من میرسه. البته اون وقت شما مسئول استفاده میکنی. من همه سهمامو میدم گاو و گوسفند میخرم. من یه کافه وام میخرم. من هم یه ماشین میخرم. منم باهات شریک میشم دو تا. من که هر چه زودتر میرم با مرجنه عروسی میکنم. من اینا رو تو رودخونه نزدیک جاده پیدا کردم. اون با ماشین پرت شد. اینم پشت سرش افتاد تو آب. میگم که خیلی عجیبه. درست نزدیک همونجایی که ما کورزادو پیدا کردیم اینا افتاد. چی؟ هیچی. نخه شما یه سری از من پنهون میکنی. ما از اینجا میرم. نه نه کوهزاد، من نمیذارم تو بری. پس باید حقیقت رو واسه من بگی. کدوم حقیقت رو؟ از گوشه کنار شنفته بودم که من پسر شما نیستم. الانم با گوشه خودم شنفتم که منو از سر راه برداشتیم. حرف بزن، من پسر شما هستم یا نه؟ پسرم 25 سال پیش ما تو رو نزدیک همین جایی که این زن و مرد رو از رودخونه نجات دادی پیدا کردیم. اهالی ده هم نعش پدر مادر تو رو تو رودخونه پیدا کردن. مثل این که اونام از کوه پرت شده بودن. اما ادهی میگفتن که اونا رو کشتن. کی کشته؟ هیچکی نمیدونه. خودت چیزی یادت نمیاد؟ نه من هیچ یادم نمیاد. شما ها چی میدونید؟ اسم پدرت صیاد بود. اینم که به گردنت آویزونه نشونی خانوادگیتونه. اینجا خونه خودت عزیزم. جایی درد میکنه؟ شما کی هستین؟ نه ترس عزیزم، ما دوستت هستیم. دوست من؟ چه خوب. چه خوشت که افتادی تو رودخونه؟ منو خیس کردین میگین افتادم تو رودخونه؟ تو که از من دیوونه تری. مگه نیست؟ مادر خوب میشه؟ نمیدونم با خدا اینجور که این میخنده خوب شدنی. اینم به هوش اومد. آره هوش اومد. از ما نترس، حالت خوبه. دونیمه که لانه میفهمه ما چی میگی. نمیتونی حرف بزنی؟ اینا ترس اینجور شده. مشکل بزرگی. یه یکی عقلشو از دست بده، یکی زبونشو. اگه زبون این باز بشه من همه چیزو میفهمم. هر طور شده باید مالکشون کن. بابا چه مرد میاد تو گوشم.
بلایی سرت دست نمیشه. باز بده. دلم باشه. نه، بابا نه. کی حالا چند روز اینجا هستی؟ پس هر روز میتونیم همدیگر رو ببینیم. هر روز که نه. چرا؟ تیمور خان چند روز کارش خیلی زیاده. گرفتارم کرده. خب من مدتیه که دستمون به مهمونداری بند شده. مهمونتون کیه؟ نمیدونم والا. دو تا مریض هستن. یه زن دیوونه با یه مرد لال. حالا فهمیدم هر وقت قیبت میزنه کجا میشه پیدا کرد. مرجانه که میگفتی دوستش داری همینه؟ بله همینه. دختر خوشگلیه. خب وقتی گرفتاری هم تموم شد برای عروسیتون یه جشن حسابی میگیرم. متشکرم. بهش گفتم باید صبر کنه تا کارا رو برا بشه. تا یه سال دیگه تموم میشه. بله بله قول میدم به یه سالم نکشه. خوشگله. خب احمد بیا بریم. من میرم عزیزم، کاری نداری؟ برو، منم میرم به مهمونای ناخوندمون برسم. خدا کنه زودتر حالشون خوب بشه. بله همه چی درست میشه. فعلا خدا حافظ. خدا حافظ. سلام بالای کش. برو ایدو. خدا نگهدار. خدا به همراه. شادی بکن خیمه به صحرا بزن، به رقص من نگاه کن و دول با سرنا بزن، به رقص من نگاه کن و دول با سرنا بزن. های به خدا رقص میشه، رقص رقص میشه، رقص میشه، های به خدا رقص رقص میشه، رقص میشه. دنیا به خوشی میگذاری مثل دریا آسمون آبیه، مثل آتش روز آفتابیه، شبمون روشن و محتابیه. های به خدا رست میگه، رست رستی که رست میگه، های به خدا رست میگه، رست رستی که رست میگه. خوشحالی داری خنده ها دوای طرف میپیچه تو سهرام شب، حالا دیگه وقت کشتیه. وای به خدا رد میگه، وای چه حریف درشتیه. وای رد میگه، رد میگه، وای به خدا رد میگه، رد رد میگه، رد میگه.
تمام این شادی ها به خاطر شما دو نفره. اگه خودتونم کمک کنین ممکنه به نتیجه برسیم. مگه ما چه مونه ها؟ هیچی فایده نداره. هرچی بیشتر وقت بگذره معالجه اینا مشکلتر میشه. دختر باهوشیه، ده روزه تمام آداب و رسوم حتی رقصه مارم یاد گرفته. من فکر میکنم این پسر نوکر این خانومه باشه، خیلی بهش احترام میذاره. نگاه کن چجوری به نازی نگاه میکنه، مثل اینکه عاشق شده. اگه لان نبود شوهر خوبی برای نازی میشد. حالا وقت این حرفا نیست، باید زودتر معالجه کرد. ما پرت شدن اونو تو رودخونه دیدیم، گمونم از ترس اینجور شده. شاید با ترس هم معالجه بشه. فکر خوبیه. بابا جون دوتا کلمه هم بزن. من نگاه نگه برم دیم دو کن تا نجاتت بده. به یه نها کنم برای رو دفن برست به کوزاد التماس کن. خیلی خوب روزا جون جون مادر منو که زارم دارم داره داره دیگم کوزا جونم خربونی جایی رو بدارم دارم حرف میدنم برای براش آواز بخون تا نجاتت بده. آقا من که داری میتونم آواز بخونم برفاریده. خدا جونم خدا جونم الان دندونش میشکنه میادم تای داره لابا رو من داره بگش برا داره میبینم. آواز بخون اگر نمیگم خود کوزان بخونه. ایوه نه نخونه، من خودم میخونم بر پدر هرچی شم رو لعنم. الان بیافتم پایین جون مادر تنها با دست بگیر نوکر رو بدرتم خونم نمیاد میترسم چرت و پرت بگم در خدا من رو بگش برا کوزان جونم. ای مادر ایوه چرت و پرت باشه بخون. نمیخونی کوزا خودت بخون. آخه من نه ننم آواز خون بود نه بابام بله به خدا من دو سده شهره بل خریدی اونو بابا کرم و دیدی که روز ناشه دلم از بر کرده بودم. اما بابا افتر من قاله دوی کردم شیر تو هم نمونده. ای خودت بیدم خودت شیر بگو عزیزم. عزیزم و بلا خدا به ازرائیل شوهرت بده. آخه شیر گفتن بابا کار از ازت بینه. خیلی خوب گفت جون خودت برای شیر بگو آواز کار یادش نره ما داره گولاد داره کودا جونم نو کردم. حالا شاعر که یکی ماهرم میشم جون پدرت منو بکش بلا بابا دارم میگیره ولی خود وقت بخون دیگه یالا معطلش نکن بخون. خب میخونم اینقدر اور نیازار ترک شدم بابا جون منو بکش بلا دارم میرم به خدا کودا جونم دوست دارم بکش بلا حالا حرف بزن یا شعر بگو ببینم. آخه بابا جون من که به اندازه یک شاهنامه واسه شما شعر گفتم دیگه شعرم نمیاد. ارباب شیرین خواهد نه خیلی این هم که کلش خرابه. اسم شیرینه؟ آره. حالا باز کمک کنی تا حال شیرین خوب بشه. همونطوری که زبون خودت واس شد. نفهمیدم چلاوش ها؟ تمام کلک ها رو زدین که زبون من وعد بشه. آره پسرم. چی؟ گفتی پسرم؟ حالا اومدم عوض این که زبونم وعد بشه میافتدم تایی درمه میمردم من گه. حالا که نیفتدی زبونت هم وعد شد. حالا باید همه جریان رو مفصل برای ما تعریف. شیری خانه چیه؟ چی کاره؟ چطوری باید معالجش کرد؟ اول بگو ببینم من به همینا آویزون بودم یا چیز دیگه ای هم بود ها؟ همینا بودم. وای وای خدا جان دارم میلرزم بابا جان. وای خدا جان
همیشه همیشه شیر رو میدوشم، با خوشحالی میبرم شیر رو میفروشم، سر شیر و ماست میگیرم با پنیر و چرگیه کلیه به خوده. میاره خوشحالی زندگی ما به دنیا، بچه با سفا توی چادر رو میگذره شب و تو زهر رو به خدا قشنگ دنیا ما، همه رنگ و رنگ روزنگ آتون پریگون میخواهیم. فکر کردم یه روز تو از پیشم میری، اون وقت من چطوری میتونم زندگی؟ من هیچ وقت پیشت نمیرم، من همینجا میمونم. تو نمیتونی پیشم بمونی. آخه چرا؟ تو یه دختر میلیونر شهری هستی،
اما من یه چادر نشین بیابونگرم. کی این حرفا رو میزنه؟ من دختر سهرم، تو رو هم دوست دارم و میخوام زنت بشم. اگه خوب بشی و گذشتت یادت بیاد حتما منو فراموش میکنی، از پیشم میری. حتما منو دوست نداری که این حرفا رو میزنی، همش میخوای من از خودت دور کنی. چطور ممکنه من جان شیرین خودم رو از خودم دور کنم؟ شیرین من تو رو خیلی دوست دارم. این مدتی که تو پلی ما بودی از بهترین دوران زندگی من بوده. پس یه لزود باش بگو شوهر من میشیرنه. تو قول میدی که بعدم پشیمون نشی؟ معلومه که قول میدم. تو چه تو؟ بچه بچه اونجا رو یکی شد تمام رفتارش مثل دخترهای ایل خودمون. هیچ کس نمیتونه بفهمه که اون شهری بوده. اما مالجش داره دیر میشه. عجیبه، هیچ کدوم نمیخوام به گذشته خودشون برگردن و از پیش ما برن. مگه حالا چه عیبی داره که اون یه دختر چادر نشین باشه؟ جعفرم یه مرد چادر نشینه، اینجا آزاد راحت هر چه بخوای زندگی میکنم. نه آخه شیرین حتما باید مالجه بشه. خیلی خب مرجانی جون، برو به بابات بگو ببین چی میگه. برو سلام. سلام. چیه مرجانی؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ ناراحت نیستم. چیزه احمد اومده با شما کار داره، برو بگو بیاد دکتر. چی؟ بیا 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 بیا. ممنون. ببینم مرجانه خودت چی؟ دلت میخواد بری؟ اگه شما صلاح بدونین بله. بالاخره چاره چی؟ خیلی خوب دختر برو، اما اونو دست تو میسپرم و میفهمی؟ خیلی متشکرم. من چون کار دارم مرخص میشم. به روان که مایه زندگی ما، این دل خوشی ما، به خدا در همه دنیا تا زندگی من میدیم تا هر دم دلم تا تو با منی، آشنای من در شبای من نهروشنی، عشق تو دلم تا هر دم دلم تا تو با منی، آشنای من در شبای من نهروشنی. Thank you.
شدی؟ اون کلا رو رد کن بیا. این کلا. بریم بابا. گوش کن جعفر، من میخوام شیرینو بردارم ببرم خونه، خودش شاید با دیدن خونش یادش بیاد که چیه و چی کار است. نفهمیدم چیه ببری خونه خودش هم؟ شیرین خانومو مگه کلتون خراب شده؟ شما خیال کردین من میذارم این تبلیم از اون بره پلی این پس بدردم؟ بره من اون دوغا چرا میخوری؟ بری شیگرش جداری شده میترکیم هم؟ بده من پسر رفتن همانو کشته شدن هم منظورتون اینه؟ ای بی بفا اینا مهمون نوادا یک دو بخورم بفا نمیخورم قرم بیا چیلی توش نبونده که؟ جعفر اون تنها نمیره من تو هم همراهش هست من قلب کردم به قبط قبر بدارم خندیدم که همراهش برم مگه تو شیرین خانوم اربابی تو دوست داری؟ پس تو هست ببرینش اونجا تا حالش خوب بشه اگه خوب نشا؟ میبرینش تهرون اگه بعدم خوب نشا؟ میبرینش دکتر اگر تیمور معرودی چه؟ کی میتونه شما رو تو این لباس بشنازه بابا جان؟ آره باز درازد به دریا دریا؟ ایه دفعه قرار شده؟ اکی دوباره شما تر یواش بابا ترسیدم آخه من فکر خودم هم شنه و بلد نیستم چطوری دلم بزنم به دریا برنش نادی جون ما رفتنی شدیم من حل حل کنم اگه هر بدی هر غلطی از من دیدی دیگه نمی تا وقتی که برگردم اون وقت بازم دیگه نمی او قدی قدم دیگه رو دید بیدی نهدی پس منم با خودتون میبری آره به شرطی که هر چی میگم گوش کنین و هر چه میرم دنبالم قبول دارم بریم دلم برات شده که شیرین خانم خوب جعفر بریم برو بریم حالا من میرم لباسا رو عوض میکنم اگر بار گران بودی مرودم اگر نامهربان بودی مرودم خدا حافظ خدا پشت فنا خدا به افرادتون بیشتر راه نیست قشنگی خیلی عالیه
مخصوصاً وقتی که به گردن مرجانه باشه. بیا با هم بریم بیاریمش. باشه اونو کجا نبری؟ خودت برو بذار اون اینجا باشه تحقیق کنه. خودت تنها برو. خیلی خوشت میان؟ شیرین کجا رفت؟ شیرین؟
خدا مرگم بده، حتما را پیش برها بیا از این طرف. حاجی به سرم اونجا ببین چه نون چه شکلی داره بهش نگاه میکنه. آره اینه های ابراهیل ها بلا چی کار کنی؟ تو برو مواظبش باش. کجا رو بوده این؟ تو هم ترفیده گده که برای کرده این؟ مگه خودم اینجا بود من کنی الان حسار همش میمیردم. Ah!
رو بود باش برش دلگیره نشون برش رو برش رو برش رو برش رو شناخته باید چند روز استراحت کنه حالش خوب بشه اون وقت هر کاری خواستیم بکنیم به حسابی الان دارن میان ما رو بکشن اون وقت اون دنیا باید استراحت کنیم ناراحت نباش جعفر چه ناراحت نبایا جعفر جعفر به قربونت داره منو جدا کردی قربونت دارم الهی منو جدا کردی خدایا شکر آفرین دوزد جون خوب کلکی یا بیا حالش خوب شد منو میشناسی؟ چطور ممکنه شما رو نشناسم؟ من زندگیمو مدیون شما هستم. اختیار برین شیرین خانم من که کاری نکردم. خانم جون حالا حتما خوب شدی ها؟ همه چی یادت میاد؟ خب کلک زدی؟ بله جان همه چی خوب یادم میاد. فکر میکنم اون از کلیهی باشه که هر سال یعنی نصاب چادر میزنن. آره اسمش کوهزاد پسر بهمنم رئیس قبیله کلیا برادر مرجانه نام داده تا؟ آره مرجانه به تو و من خیانت کرده با برادرش شیرین دست بیکی کردن که ما رو گیر بندازن اومده بود پیش ما که راهشا رو یاد بگیره اگه اونا رو از بین نبریم هممون اعدام میکنن دارن میرن الان خودشونو به کلیا میرسونن باید ترتور شده نداریم از چنگمون فرار کنن اگه نتونیم مرگمون حتمی دارم میرسن تونتر برو زود باش غلط کردن به ما برسن الان دنده هوا رو چاق میکنن اونا از رو پل رد شدن اون بر پل جاده دور میزنه میره پایین ما همیشه پیاده شیم بیراهه بریم جلوشون رو بگیریم
اگه ببینن ما دنبالشون نمیریم ممکنه نگه دارن و پیاده میون بر بزنن. چیه چرا بایستادی؟ همین الان من درست میکنم. بیاین پایین. تو با ماشین رو دنبالشون، ما از این بر میریم جلوشون نمیگیریم. بیاین. بیاین. اگه همینجا پیاده شیم و از وسط کومیون بر بزنی خیلی زود تر میشه. خیلی خوبه بارا. ببینم تو بیده میرید ببینم صبح چشون جانم جان. یا جعفر بیا شدم درم میام. جانم یه من گوله کنم جان Andiamo. مثل این چه فهمیدم و چلش زدیم اومدیم جلوشون. بریم نباید بسنیم فرار کنیم. بریم. کجا رفتن؟ اونا حتما از این طرف رفتن. چادراشون پشت همین طرف هست. زود بریم دنبالشون. نه. فایده ای نداره. برگردیم بریم. درشون کنیم بریم. نه جانم. فکرشو کردم. یه برای به سرشون بیارم که تو خوابم ندیده باشن. جانم جان. دوخه جان میره. برم خوش سنگرین شاقی داره. دیگه که بینم نمیشن آزه. دلم میخواست الان میتونستم اینجا لخت بشم و حسابی آفتابی کنم. حالا میتونی که لخت بشم؟ من نمیشه. اومدی اینجا چی کار کنی؟ من یه کار خصوصی با دارم خوشگل. من با تو هیچ کاری ندارم. زود بیره تو گم کن از اینجا برو. بیره نادی جان. نادی ماما جان. یانم با من ازدواج نکنی خودمو میکشم. خوب نگرم دو سه کلمه میخوام باهات حرف بزنم. گوش کن دیگه. از اون لب دیگه زود رد کن بیا از اون لب.
هوای مثل نبا چاکر ماچ میخواد ماچ میخوام از اون لبا دیگه زود رد کن بیا از اون لبای مثل نبا چاکر ماچ میخواد لبم شیرین مثل قند زلفم بلند چون کمر ببین کندام من تو بابا دل پسند برم به قربون اون لب دنجگر جون جون زلف سیاه تو برم هیکل تو قربون برم به قربون اون لب دنجگر جان جان زلف سیاه تو برم هیکل تو قربان بان یالا من میخوام مردم من از بیزنی دیگه من دم میخوام بیا با هم ازدواج کنیم یالا من میخوام دیگه نداریم هم فینالم فین زمانه دل برم راستاسی مهربونه راز من رو تنها تو این دنیا خدا میخوام فداکاری های تو تشکر کنم از این حرفا نزش در کنار تو احساس میکنم هیچ غم و ناراحتی تو زندگی ندارم دلم میخواد همیشه پیش تو باشم دیگه چیزی از ما آقای نمونده؟ آیا
های گوزاییده چون که به سلامتی نداریم. به سلامتی چیه؟ از همینا دیگه، از همینا که میخورن میگن به سلامتی.